به به بابا به به رسیدیم به آموزش کامل و جامع شغلا در واروینین. البته اینو بگم این ویدیو بیشتر تغییرات شغلها در واروینینه. من حاجی والاکم، به این ویدیو خوش اومدید. میدونید در دراگون فلایت شغلا کلن خونی تکونی شدن و عوض شدن، دیگه مثل قدیم نیستن. اگر از نسخه کلاسیک بیای دراگون فلایت پشمات میزه. شغلا بسیار مهمن، کانتنت بازین خیلی مهم شدن در کنار بوست. به نظر من شغل ها بهترین راه درآمدزایی از ورلد آف وارکرافت هستند. در کنار بوست خیلی خفنن. شغل ها در دراگون فلایت پیچیده‌تر شدن ولی درکشون اصلا سخت نیست. یه ویدیو بسیار مهم براتون تو دراگون فلایت ساخته بودم که بهتون شغل ها و تغییرات دراگون فلایت رو گفتم، حتما برید ببینید چون خیلی کامل توضیح دادم. اما در همین ویدیو خیلی سریع بیسیک شغل ها رو برای کسایی که بار اول دوباره برگشتید و خریدید، آقا من یه دقیقه وقتتون رو میگیرم بیسیک شغل ها رو توضیح میدم، بعد میریم سراغ واروینین. اوکی، پس یه کوچولو یادآوری هم بهتون بکنم به دردتون بخوره. بدون معطلی بریم شروع کنیم. در ضمن اسپانسر این ویدیو هم توی بوست پرستیج تو نسخه کاتاکلیزم، لینکشو میذارم توی دیسکریپشن، میتونید عضوش بشید. دوستان از شغل ها به دو دسته گدرینگ و کرافتینگ تقسیم میشن و شما میتونید اسکیل شغلتون رو بیارید بالا. اگر گدرینگ باشه با کندن و اگر کرافتینگ باشه با ساختن. آیتم ها و مواد خام کیفیت یا همچنین رنگ دارن. مثلا متریال ها رنگ 1-2-3 و آیتم ها رنگ 1-5 رو دارن. هر چقدر اسکیل بیشتری داشته باشید رنگ بهتری رو میتونید بسازید یا بکنید، حالا هر چی میخواد باشه فرق نمیکنه. شما میتونید مواد جدید، آیتم های جدید رو هم از ترینر شغلتون به دست بیارید. میتونید ترین میکنید مواد یا همچنین آیتم بهتر و جدید رو میتونید بسازید و همچنین شغلتون رو هم میتونید اسکیل اپ بکنید. چجوری؟ با ساختن و کندن، همونطور که گفتن. همچنین وقتی اسکیلتون بیاد بالا میتونید شغلتون رو اسپشیالیزیشن بکنید، یعنی تالنت واسش باز بکنید که خیلی قوی تر میکنه و تاثیر مهمی رو شغلتون میذاره. از میزان موادی که مثلا میکنید فرض کن تعدادشو بیشتر میکنه یا کیفیت آیتمی که میسازید رو بیشتر میکنه و بهتر میکنه. خلاصه اینکه اسپشیالیزیشن ها مهمترین کار توی شغل ها هستن و باید بدونید که کدوم دسته رو باز بکنید و کدوم دسته رو باز نکنید. قراره به زودی براتون یه ویدیو آموزشی تمام شغل های ورلد آف وارکرافت هم گفتم بهتون بگم که چجوری مثلا نالجا رو به دست بیارید یا چجوری تالنتاشون رو آنلاک میکنید. حالا این به کنار، فقط بدونید نالجا گرفتنشون سخت نیست ولی کپ هم داره. مثلا گدررها مثل هربریز و ماینینگ با کندن و برای کرافترها هم مثلا اینجوری که اولین آیتمو که میسازید، مثلا این آیتمو برای اولین بار ساختید این شمشیر رو، بهتون نالج میده. حالا میبینید چکش رو برای اولین بار میسازید، بهتون نالج میده. و همچنین یه سری کوست دیلی وجود داره، تریجر جوایز توی مپه که هایدن قایم شدن با پیدا بکنید. خلاص نالج رو به راحتی میتونید بگیرید، الیت بکشید، باس بکشید. نالج گرفتن ترسناک نیست، آسونه. وایسید، من ویدیو آموزش جامع و کامل شغل رو بهتون ارائه میدم، فعلا وایسید. ولی فقط بدونید نالج گرفتن سخت نیست و تالنت ها نیاز به نالج داره. حالا با باز کردن تالنتاتون شما رسیپی یا لوح آیتم هم میتونید برای شغلای کرافتر بگیرید. مثلا بهتون اجازه میده شمشیر جدید بسازید مثلا، و میتونید با رپوتیشن و دوستی مناطق به اسمش میگن رینان، از اونجا هم رسیپی جدید تهیه بکنید. البته یه سری از رسیپی هم ممکنه از باسای ریدها دراپ بشن، پس این تو ذهنتون باشه. شما میتونید یه آیتمی هم بسازید بدون اینکه شغلشو داشته باشید یا رسیپیشو داشته باشید. میتونید درخواست اوردر بدید. این یه تغییر مهمی بود که تو دراگون فلایت اضافه شد. مثلا اینجوری که درخواست بدید که براتون میسازه و اون طرف ازتون کمیسیون میگیره، یا برعکس شما هدفتون این باشه که برای مردم بسازید و ازشون کمیسیون بگیرید و از این رو گل زیادی به دست بیارید که بهش میگن کرافتر اوردر. شغل پروفشن گیر یعنی آیتم هم دارن، یعنی شما یه سری آیتم میپوشید، مثلا خیاطی تیلورینگ دارید، قیچی میگیرید تو دستت و بهتون استات میده، قوی ترتون میکنه. استات شغل ها باعث میشه که قوی تر و سریع تر بشید توی اون شغلتون. همین شغل ها گفتم استات هم دارن که با استفاده از آیتم هایی که بهتون گفتم
استاتشون میاد بالا. البته اون تالنت های اسپشیال هم بهتون استات میده، پس خیلی اون تالنت ها از همه چیز مهمتره. حالا چیکار میکنن؟ مثلا برای شغل کرافتینگ ما چند تا استات داریم. کرافتینگ اسپید باعث میشه سریعتر کرافت کنید، مولتی کرافت باعث میشه که یک آیتم رو به تعداد متعددی بسازید، مثلا به جای اینکه یه دونه بسازید چهار تا بسازید، که برای پوشن یا مثلا مواد مصرفی و اینا میشه اینو ساخت. مثلا ریسورس فولنس باعث میشه که مواد کمتری برای ساخت یک آیتم مصرف کنید، هر چقدر درصدش بیشتر باشه. و برای شغلای گدرینگ هم مثلا ماینینگ و هربلیزم و اینا، استات دفنس باعث میشه که سرعت جمع‌آوریتون بیاد بالا، فینس باعث میشه که مواد خام عادی، فقط هم عادی، اون رو بیشتر بکنید، و استات پرسپشن هم بهتون قدرت اینو میده که مواد خاص رو بیشتر بکنید، موادی که ریره، و درصدشون هم هر چقدر بیشتر بشه خب درصد چیزایی که گفتم بیشتر میشه. خلاصه اینا استات ها بودن و چیزای کلی شغلا که خیلی خلاصه گفتم، توی اون ویدیو کامل‌تر گفتم برید ببینید. یه استاتی داشتیم به اسم اینسپریشن که این پاک شده و چه تغییر بسیار مهم توی وار ویدین اومده. پس تا اینجای ویدیو حال کردید، اینم خلاصه ریکاپ. بریم ببینیم وار ویدین چه اتفاقی رخ میده. اینسپریشن برای همیشه پاک میشه، استاتی که باعث میشه شما بتونید آیتمی رو رنگ بالاتر بسازید، و به صورت شانسی بود و شما با باز کردن تنتای شغلاتون سعی میکنید شانس یه جورایی کریت خوردن آیتمو بیاید بالا. اما یه چیز جدید داریم به اسم کانسنتریشن، و کانسنتریشن بین هر شغل جدا جداست و مقدار 1000 تا هم دارید ازش. کاری که میکنه اینه که از یه جایی به بعد دیگه شما به جای اینکه شانسی آیتم بیاید بالا، میتونید در واقع 100% با استفاده از این استات کانسنتریشن 100% آیتم رو رنگ بالاتر میسازید و از کانسنتریشن استفاده میکنید برای این کار. و این باری هم که مشاهده میکنید نشون میده تقریبا با اسکیلتون به یه حدی هستش که مثلا اگر اینو پر بکنید آیتم میره رنگ بعدی، از 4 میشه رنگ بعد. میره تو دراگون فلایت آیتم ها رنگ بندی شده بودن، قبلا بهتون گفتم 1 تا 5، ولی الان برای پر کردن این بار دیگه نیازی به اون حجم از اسکیل مثلا ندارید. یعنی شما اگر مثلا اسکیلتون نمیرسه که رنگ بعدی رو بسازید، از منبعی به اسم کانسنتریشن استفاده بکنید که رنگ بعدی رو بسازید. حالا هر چقدر این باره، این نوار پایین دورتر باشه و شما به رنگ بعدی نتونید برسید، کانسنتریشن بیشتری میخواد برای اینکه به رنگ بعدی برسید، و هر چقدر نزدیکتر باشه رنگ بعدی برسید، کانسنتریشن کمتری میخواد. و برای این کار روی کانسنتریشن کلیک میکنید که میگه بله میتونید خواهید استفاده کنید، میگید بله میخواین استفاده بکنید که رنگ آب بشه، و آیتمی که میسازید بوم رنگ بالاتر رو در 1 ثانیه میتونید بسازید، و به ازاش نوشته اینقدر ازتون کانسنتریشن کم میکنه. حالا بستگی داره که چقدر اون بارتون عقب جلو باشه. اما کانسنتریت یک ریسورسی هم هست که تموم میشه، و به نظر میاد برای پر شدنش هم 48 ساعت طول میکشه که کل 1000 تاش از اول پر بشه. پس باید درست انتخاب بکنید آیتمی که میخواید مکس بکنید. خیلی مهمه که الکی همجوری نزنید، از کانسنتریشن استفاده نکنید. اما خب اونایی که مستر کرافتر هستن چی؟ اونایی که تمرکزشون روش رو میخوان فقط بسازن و حسابی کانسنتریت نیاز دارن که رنگ بالایی بسازن، خب بلیزارد اومده یه حرکتی اینجا کرده، استات جدیدی رو به بازی اضافه کرده به اسم انجینیوتی. این استات انجینیوتی کارش اینه که به شما یه درصدی میده، مثلا 4 6 7، حالا هر چی هست، که وقتی که داریدش، وقتی هم که از کانسنتریتتون دارید استفاده میکنید، خرجش کردید، به ازای درصدی که این انجینیوتی نیوتی داره، مثلا میگم مثلا تو 10% داری یا 20% داری، حالا چقدر که هست، شانس این رو دارید که کانسنتریشنی که خرج کردید ریفاند بشه، یعنی برگرده به یوروتون. و انجینیوتی رو از کجا میتونید بگیرید؟ خب با پروفشن تولز دیگه، ابزاری که استفاده میکنید و تالنت و شغلا که بهتون گفتم بسیار مهمه، قوی ترش میکنه. این به حال مهمه که شما انجینیوتی داشته باشید، و هر چقدر هم بیشتر باشه در نتیجه شما هی کانسنتریشنتون ریفاند میشه و ریفاند میشه. و کسایی که تو کار کرافت هستن، تو کار شغل هستن، همینجوری هی کانسنتریشنشو میتونن ریفاند بکنن و هی رنگ بالا هم 100%، نه به صورت شانسی. البته اینم بگم بسیار مهمه که شما شغلتون رو بتونید آپگرید بکنید، یعنی اسکیلاشو باز بکنید. بازم میگم منتظری که بدونید که کدوم شغل و کدوم تالنت رو باز بکنید وایسید که من یه ویدیو جامع و کامل شغل‌های ورلد آف وارکرافت رو میخوام بهتون ارائه بدم. یه خورده دیگه تحمل کنید.
کوالیتی متریال ها در واروردین خیلی مهمه بچه ها. یعنی چی؟ یعنی اگه پارچه دارید رنگی شکست و بخواید اونو تبدیل به یک پارچه قوی تر بکنید، مثلا بولت بسازید یا اسپون بسازید، اگه شما پارچه لول 1 بذارید، شانس اینکه رنگ 3 بولت رو بسازید خیلی پایینه. یا مثلا میتونید کانسنتریشن بدید تا رنگ 3 بشه که ارزش نره، حیف کانسنتریشن. ولی اما اگه بخواید واقعا اینو بسازید، بعد چیکار کنید؟ شما میتونید پارچه رنگ 3 بذارید و بولتتون رو 100% رنگ 3 تحویل بگیرید. خب این یعنی چی؟ یعنی در نبود اینسپریشن در واربیدین رنگ متریال قرار خیلی خیلی مهم باشه، چون اینسپریشن دیگه نداریم دیگه، کانسنتریت باید خرج بکنید. حالا بلیزارد میخواد یه کاری بکنه، رنگ بالای متریال رو یوز بدید و برای ساخت آیتم بهتر باید رنگ بالا حتما داشته باشید. ولی گرفتن رنگ 3 متریال ها، حالا پارچه گل هر چی که هست، خیلی سخت‌تر شده. این آیتم تیلورینگ من همه تلنتاشو آزاد کردم و همچنین متریال لول بالا یوز میدم. خیلی راحتم میتونم رنگ بالا آیتمشو بسازم. ولی اگه رنگ 1 داشته باشم نمیتونم این رنگ بالا رو بسازم و گرفتن رنگ 3 خیلی خیلی سخت میشه. پس در نتیجه رنگ 3 متریال های گلدرینگ قیمتش میاد بالا و شما باید خیلی خیلی مستر ورک باشید، تنتاشو باز بکنید که بتونید رنگ 3 رو آنلاک بکنید و قرار گرفتنش هم سخت بشه که باز بشه متریال های رنگ 1 بیشتر استفاده بشه. یعنی بلیزارد این کارو کرده که متریال های رنگ 1 و 2 ارزش بیشتری داشته باشن و قیمتشون هم میاد بالاتر، رنگ 3 ها خیلی قیمتش میره بالاتر. خلاص پس اینو دقت بکنید راجع به رنگ متریال ها. پس شغلای گدرینگ قرار حسابی حال بکنید. تغییر مهم دیگه هم در واربیدین اینجوری که ما NPC Crafter Order داریم که یک NPC است و شما اگر سیستم اوردر رو نمیدونید، قبلا توضیح دادم توی اون ویدیو هم که بهتون گفتم توی دراگون فلایت اوردر رو توضیح دادم کارش چیه. فقط بدونید که شما دیگه نیاز نیست فقط از مردم اوردر بگیرید، یک NPC اضافه کرده که این همکار شماست، رفیق شماست و یک سیستمیه که بلیزارد بهتون کمک میخواد بکنه که سریعتر شغلتون رو بیارید بالا، برای اسکیل اپ کردن به دردتون میخوره و گرفتن بسیاری از فرست کرافت نالج ها. شما میدونید که با فرست کرافت کردن همونطور که گفتن شما میتونید نالج بگیرید و خب شما باید از اوردر مردم استفاده کنید. اما خیلی از مردم آیتم هایی که شما میخواین رو نمیخوان که درخواست بدن بسازید، چون آیتم یوزفول نیستن و شما فقط برای نالج میخواین بسازید. پس در اینجا بلیزارد NPC آورده که بهتون اوردر میده و کمکتون میکنه که شما نالج بگیرید، باش کار میکنید و همچنین آرتیسین هم بهتون میده که یک ریسورسی است که آرتیسین تو همه شغل ها استفاده میشه و همچنین نالج هم که گیرتون میاد خیلی به درد میخوره دیگه، تالنت رو سری میارید بالا و همچنین هم ازش میشه استفاده کرد برای کچاپ کردن. یعنی کسایی که نالج میدونید توی وار ویدین کپ داره و کسایی که کپ رسیدن، به اون کپشون رسیدن و فرض کنید 2-3 ماه بعد تو تازه اومدی وو و از دوستات عقب افتادی، با استفاده از این اوردر میتونید سری بهشون برسید. یعنی کسایی که نباشن و کسی که کچاپ نکرده باشن، عقب افتاده باشن، این NPC بهشون 50 تا 100 تا اوردر میده که در واقع 50 تا 100 تا نالج انگار بهتون میده و کسایی که نرمال باشه همیشه انجام بدن، خب اون تعداد نرمال اوردر رو قرار بگیرن و این سیستم خیلی خوبیه واسه کچاپ کردن. توی واروردین ما آرتیسین جدیدی هم داریم که این آرتیسین اسمش از آرتیسین اکویتی یا اسیوتی که از NPC کرافتینگ اوردر میشه گرفتش و همچنین هم اولین کرافت رو بکنید بهتون آرتیسین میده، یا هر موقع نالج گیرتون هم بیاد بهتون آرتیسین میده و احتمالاً کوست هفتگی هم داره مثل دراگون فلایت که شما میتونید خرجش کنید آرتیسین رو برای ساخت ابزار، برای ریکرافت کردن آیتما و خرید رسپیا از وندورای رینان. مثلا میخوای بخری بهت میگه آرتیسین بده، یا اسکیل بوک میخوای بخری آرتیسین میخواد. بسیار کارنسی مهمیه که ازش باید استفاده بکنید در نسخه واربیدین، مثل همین آرتیسین دراگون فلایت. و توی ویدیو قبلی دراگون فلایت هم توضیح دادیم که آرتیسین چیه. حالا که این تغییرات اساسی رو دونستید، میریم سراغ شغلا. هم بهتون میگم چه تغییراتی دارن. آلکمی، پوشن های جدید، فلاسک و کولران جدید داریم. خیلی استاندارد و همیشگی مثل قبله، بورینگه، آلکمیه دیگه، آجی آلکمیه، چیز خاصی هم تغییر نکرده. و همچنین هم استنت میدن مثل قدیم، استرنج، اجیلیتی، اینتلکت و با هرب هم میتونید آلکمی رو بیایید بالا. و اول نسخه قیمت بسیار خفنی آلکمی داره، پوشن و فلسکاش. در ضمن فلسک پی وی پی توی وار ویدین داریم، فیال شغلا هم داریم توی وار ویدین. فیال هم مثل اون پوشنه، فرض کنید اکسیره، میخورن مردم بهشون باف میده، ولی فیالی که داریم مخصوص شغلاست. سنگ ها مثلا، گل ها، یا مثلا متریالی که استتار کرده رو شما میتونید تماشا بکنید وقتی این فیال رو بخورید، یا مثلا بهتون کمک میکنه استت شغلاتون رو بیشتر میکنه. خلاصه اول نسخه
یه تمرکز روی این فیالای شغلای آلکمی بکنید، ولی مهمترین و جذابترین بخش آلکمی ترانسموتیشن است که ما یک آیتمی داریم به اسم بلشمایت یا بلشمیت، تلفظ شما شاید بهتر بدونید. این آیتم فقط و فقط و فقط و فقط فعلا در بتا داره نشون میده که آلکمی میسازتش و این بلشمایت برای ساخت تقریبا 90% آیتما به حساب میاد، آیتمای کرافتینگ و خیلی مهمه. خلاصه بلشمایت تمرکز اساسی و دیلی هم هست، روزی یه دونه میتونید بسازید و اونایی که آرمی لشکری از آلکمی ها رو دارن روزی 10 تا بسازید، احتمالاً اول نسخه این بلشمایت دونه باید 50K در بیاد توی اکشن هاست. شغل بلک اسمیتینگ باف جدید داره به اسم اوور برنینگ فورج که بعداً هم میتونید برید توی اسپشیالایزیشن تالنتاش رو هم آزاد بکنید. این بافه بسیار شغل شما رو قوی تر میکنه و ساختنیه، وقتی هم که بسازید میاد روتون مثل باف. اینطوری فانتزیش که مثلا شما میخواین 10 تا آیتم بسازید، 10 تا شمشیر میخواید بسازید، مچرلش آماده میکنی و بعد میری این بافه رو میسازی، بافه که ساختی اومد روت شما قوی تر میشید و حالا که اون 10 تا شمشیر رو مثلا میخوای بسازی به جای 10 تا مثلا 12 تا میشی، اصلا قوی تر میشه، استات میگیره، حالا هر چیزی، خلاص قوی ترتون میکنه. نمیخوام واسه جزئیات بشم، باف برنینگ فورج یک بافیه که بلک اسمیت قوی تر میکنه و ساختنیه و شما باید توی موقعی که باف روتونه برید آیتمای مهم رو کرافت بکنید که کوالیتیشون رو میاره بالا، کیفیتشون و قدرتشون، حالا هر چیزی که هستش. و در کنار اون بلک اسمیت کلا مثل قبل آیتم میسازی، بی پی ام میسازی، کلی آیتم آیتمایی داره که امبلشمنت دارن، یعنی افکت دارن، آیتمایی که افکت مختلفی دارن و ممکنه بی آی اس هم باشن. البته باید وایسیم تا نسخه لانچ بشه بفهمید که کدوم آیتم بی آی اسه. به هر حال بلک اسمیتینگ خیلی قویه، ابزار کار هم میسازه برای شغلای دیگه، مخصوصا اول نسخه که ابزار کار خیلی مهمه. شغل انچنتینگ در واردی مثل قبل نیست که بتونید انچنتر رو شما بر اساس آیتم شناسایی کنید، بلکه بر اساس نژادهای توی نسخه جدید تم داستانی دارن، مثلا انچنت ارسن، انچنت نوروبیانه، عنکبوت. انچنتینگ همیشه قدرتمنده، مخصوصا اول یک نسخه مردم برای انچنتینگ جون میدن و سیزن اولام بیاد بمباران میشه. انچنت ها مثل قبلن و کلی هم انچنت جدید هم داریم. انچنت های جدید مثلا چند تاش اسمشون اتوریتیه، به نظر میاد قوی باشن این انچنت های اتوریتی که هر نژاد قراره این اتوریتی ها رو بسازه. میدونین انچنتینگ برگ برنده مهم توی دراگون فلایت داشت که باهاش میتونستین ریجنت بسازین به اسم Enchanted Crest که برای آپگرید آیتما بود، که Enchanted Crest های جدید داریم در نسخه واروین و شما میتونید گل بسیار بسیار زیادی در بیارید با ساخت کرست ها. در واقع مردم ازتون اوردر میگیرن، با ورک اوردر ازتون میخوان که براشون Enchanted Crest بسازید و شما هم شغلتون رو فقط باید اسکیلاب بکنید و رسپی این Enchanted Crest ها رو داشته باشید که بتونید براشون بسازید و کمیسیون بگیرید. و اول نسخه من بهتون قول میدم ساخت Enchanted Crest های که آی لول خیلی خیلی بالا میده مسلما گلش خیلی زیاده. اینا میگم انچنتینگ چیز خیلی جالب توی نسخه واروین داره به اسم گلامور یا گلامور که یک بافه و برای تمام نژادام هست، تو یک ساعت میمونه. اینجوری که یه مثلا من ترولم باف گلامور انسان رو بگیرم میتونم قیافم انسان بکنم، برای تمامی نژادام هست که احتمالا تو اکشن هاست میتونید بفروشیدش، قیمتش هم باید اول نسخه جالب باشه. انجینیرینگ جالبه، انجینیرینگ برای تمامی آرمور تایپ ها میتونه موچ بند یا همون ریست بسازه و برای هد هم میتونه همین کارو بکنه و میدونید که این هدا تینکر هم هستن که سوکت تینکر میخورن. خلاص جالبه انجینیرینگ و اول نسخه قرار خیلی به درد بخوره. البته بعید میدونم در آینده این آیتما مخصوصا هدا قوی بشه چون تیر ست میاد. انجینیرینگ کلی پروفشن تولز و اکویپمنت میسازه، یعنی ابزار کار شغلای دیگر رو میسازه و یه راه مهم برای پول در آوردن اگر رسپیشو داشته باشید و رنگ بالاهاشون هم داشته باشید. یه مانت جدید فوق العاده قوی برای انجینیرینگ وجود داره که میتونید بفروشیدش. من بهتون قول میدم که این مانت قرار دریای پول برای شما بیاره، پس فوکوس اصلیتون روی آنلاک کردن این مانت باشه، مسلما کلی گل براتون میاره چون تجربه نشون میده مانتای انجینیرینگ همیشه پولسازن. و یه مدل جدید پوشن داریم که دوستان این عالیه، خدای این پوشنه که برای اولین بار بلیزارد اضافه کرده که این پوشن مثل بمب عمل میکنه، کولانش با پوشن عادی یکیه و پرتش میکنید مثل بمب تو سر ملت، به خودتون باف نمیده، به ملت باف میده و اونا رو قوی تر میکنه، مثلا هیلینگ دریافتشون رو بیشتر میکنه یا کلی استات میگیرن، هیست میگیرن، کریت میگیرن، خلاصه خیلی قویه و همچنین دمیج هم به دشمناتون میده. من قول میدم
کلی قرار فروش بکنید و ارزشش خیلی زیاد باشه برای اول نسخه و این پوشن رو حتما سرمایه‌گذاری بکنید روش. انجینیرینگ کلی توی میسازه، کلی آیتم جدید هم میسازه که میتونید تو اکشن هاوس بفروشید، یه سری آیتم میسازه که میتونید ریسک کمبت بکنید مردمو و همچنین ریپر بات میسازه و پروفشن تیبل میسازه، یعنی میز میسازه که مثلا بذارید رو زمین ملت روش کلیک بکنن میتونن کرافت بکنن حتی وسط رید هم که باشن. خلاصه انجینیرینگ خیلی آپگرید شده و به نظر خیلی شغل قوی میاد توی نسخه واروودین، حتما روش سرمایه گذاری کنید. دیسکریپشن هم کلی تغییر داره، برای اولین بار دیگه شما کارت نمیسازید برای ترینکت دارکمون دک و رسپی خاصی هم ازشون پیدا نمیشه و به نظر من رسپیشون رندوم دراپ باشه، یعنی رسپیشو باید رندوم دراپ از یونیت یا الیت توی مپ دراپ بکنید و بعد بتونید بسازید و میشه گفتش برای بسیاری از کلاس هم ترینکت دارکمون دک مخصوصا اول نسخه بی آی اس به حساب میاد. شما در خود تالنت انسکریپشن میتونید تالنت هایی رو بگیرید باز بکنید آنلاک بکنید که باعث بشه که 50% شما شانس بیشتری داشته باشید که کارتای دارک موندک رو پیدا بکنید. پس کارتا ساختنی نیست، پیدا کردنی هستن و مسلما ما از همه چیز میتونیم فارمشون بکنید، دراپشون بکنید. در ضمن یه قابلیت جالب اینه که میتونید کارتاتون رو تبدیل کنید و ترانسمیوت کنید و کارتای دیگه رو دریافت بکنید و کارتتون رو هم میتونید ترکیب بکنید و دک میسازید و ترینکت رو اینجوری میتونید بسازید و هر ترینکت هم افکت خاصی داره. و یه چیز خیلی خیلی جالب اینه که شما میتونید دک کارتی که ساختید رو تبدیل به امبلشمنت یا همون افکت بکنید، کرافتینگ ریجنت باش بسازید و قسمتی از افکت ترینکت رو میتونید بفرستید برای ساخت آیتمای دیگه. یعنی چی؟ ترینکت دارک مون دک هر افکتی داره، شما میتونید امبلشمنت یا افکتش رو بسازید به عنوان یک ریجنت و توی اکشن هاوس بفروشید یا برای آیتمای دیگه تون مصرف بکنید که مسلما اینسکریپشن رو اینجاشو خیلی قوی میکنه. اینسکریپشن میتونه نالج هم برای شغلای دیگه بسازه و از این راه میتونید گول در بیارید برای بقیه میسازید، چون بشه نالج نیازه و کمیسیون هم میتونید دریافت کنید. خود اینسکریپشن براتون ونتوز هم میسازه، ونتوز رون میدونه که خیلی مهمه توی اول اکسپنشن مخصوصا وقتی رید باز میشه فوق‌العاده خواهد بود. اینسکریپشن شغل خوبیه. جول کرافتینگ آیتم سوکت خور کردن نک رو هم میسازه، ولی به جای اینکه نکتون سه تا بخوره اینطوری شده که هر جواهری که دارید مثل فینگر، دوتا فینگر و یه نک رو میتونید سوکت خور کنید، ولی یک دونه میخوره، یعنی فینگر یه دونه، اونی که فینگر یه دونه و نک هم یه دونه اضافه در کنار سوکتی که دارید و رنک و تیر خاصی هم نداره، مثل دراگون فلاید نیست. جم پرایمری استات هم داریم، ولی به جای اینکه استات اضافه بده در کنار پرایمری استات بهتون افکت میده. اینجوری نیست، مثلا فرض کن استات پرایمری رو کریت بده، استات پرایمری و یه افکت جدید بهتون میده. جول کرافتینگ فینگر و نکم میسازه که 100% مثل دراگون فلاید کسایی که رسپیشو آنلاک کرده باشن میتونن میلیاردر بشن با کمک این رسپی. یادتونه که نک بی آی اس میساخت، فوق‌العاده بود، چقدر مهم بود، تا آخر اکسپنشن همه یوزش کردن و آپگریدش میکنن. خلاصه که بسیار مهمه و حتما روی ساخت این جواهرات نک جدید داریم که مثل همون نک قبلی دراگون فلاید میتونه باشه و در کنار اون ما فینگر جول کرافتینگ هم داریم که این فینگر افکت خاص بسیار قدرتمند داره و من حاجی والاکم به شرفم قسم که این فینگره دستگاه پول چاپ کنی جدیده. حتما روی جول کرافتینگ سرمایه گذاری کنید، فقط کافی رسپی این فینگره جدیده رو داشته باشید. چون ما جمای جدید داریم، سوکت جم جدید داریم که میتونید بسوزید بفروشید مثل همیشه و همچنین پروفشن اکویپمنت یعنی تجهیزات شغلای دیگه هم میسوزه. خلاص جلل خالق جول کرافتینگ شغل خیلی جالبیه. لدر ورکینگ خیلی تغییرات بزرگی نداشته توی واروودین، مثل همیشه میتونید کلی آیتم میل و کلی آیتم لدر بسازید که یک سریشون هم امبلشمنت خاص یا همون افکت خاص دارن که ممکنه بی آی اس باشه، ولی باید وایسین که واروودین بیاد ببینید کدوم بیایسه. و فقط مهم اینه که شما برای ساختشون رسپیشون رو زودتر آنلاک کنید. خیلی از رسپیهاشون توی همون تالنتان مثل بلک اسمیتینگ توی تالنتان میتونید آیتمو آنلاک بکنید. خود چیز خاصی نداره. پروفشن اکویپمنت هم لدر ورکینگ میسازه و همچنین چون که لدر ورکینگ دو مدل تایپ آرمور رو پوشش میده، یعنی هم میل میسازه و هم لدر، برای کسایی که تمرکزشون روی گرفتن کمیسیونه راحت‌تر میتونید، چون دو مدل آیتمو پوشش میدید راحت‌تر و بیشتر میتونید آیتم بسازید به نظر من. برای شغلای گدنینگ مثل ماینینگ، هربلیزم، اسکینینگ تغییرات خاصی نداریم، فقط مواد خام عوض شدن. و اینم باید بگم متریال رنگ بالاتر یعنی رنگ 3 گرفتنش سخت‌تر شده، یعنی شما تمام تالنتاتون رو آزاد بکنید و کون
خونتون پاره است که رنگ 3 رو بگیرید. مسلما فارم مواد خام خیلی مهمه، خیلی قوی هم هست، مخصوصا اگر سرورتون خلوت باشه، یعنی نه این سرور شلوغ فارم مواد خام نباید بکنید. یعنی اگه تمرکز رو فارم مواد خامه، سرور شلوغ مثل کازاگویای خود خری، باید برید سرور خلوتی رو بسازی. و چون که اکشن هاوس سراسری و جهانیه، توی رلم خلوت هم که باشی که رقابت برای کندن خیلی کمتره، چون که اکشن هاوس جهانیه، شما میتونید مواد خامتون رو سریع بفروشید. و اگه هم میخوای گلتو راحت هم بفروشی، اون گلی که تو اون سرور به درد نخور به دست آوردی، ترید میدی به هیروی توی کازاک و توی کازاک یا هر سرور کوفتی که خریدار ازتون میخره میتونی گلتو بفروشی. خلاصه گذرین چیز خاصی نداره. این بودش تغییرات اساسی که توی وار ویدین اضافه شده. به نظر من کانسنتریشن مهمترین تغییرشه که اضافه شده، و اینجنتی که همون استاتی که بهتون گفتم اضافه شده. و چیز جالبیه در کنار اونم اوردر NPC که اضافه شده، خیلی بهتون توی آوردن شغلتون به بالا و همچنین کچاپ شغلتون کمک میکنه. بقیه شغل هم تغییرات مهم و جالبی داشتن که همه رو توضیح دادیم. میمونه آموزش خود شغلا، که مثلا من بیام بهتون بگم روت فارم، مسیر هربلیز، مسیر ماینینگ، یا یه چیز خیلی کوچولو موچولو، که اون میمونه توی ویدیوهای دیگه، ویدیوهای فارم طلای نسخه The War Within. پس این هم از تغییرات اساسی شغلا و بهترین شغلا که به نظر من انجینیرینگ و جول کرافتینگ شاخه شاخه شغلا در نسخه وار ویدینه. شما چی فکر میکنید؟ برای من کامنت بذارید. دوستتون دارم. بدرود.